سه شهریور روز داربی استادیوم نرفتیم، اصلا تهران نبود، رفتیم تبریز. ظهر رسیدیم و زلزله عواقبش رو خیلی زودتر از اونی که فکر میکردیم. چطور الان وضعیت؟ شما الان اینجا حرکت کنیم که میرسیم چند دقیقه؟ ما الان میخوایم حرکت کنیم. روستاهایی را دیدم که فکر کردم حالا جدای از زلزله، واقعا مردم کشوری با این همه ثروت و حکومتی که حامی مستضعفان است چگونه در هزاره سوم هنوز در چنین خانه‌هایی زندگی می‌کنند. حالا بدون زلزله هم تفریح این بچه‌ها چیست؟ مدرسه‌شان کجاست؟ چه امکاناتی دارد؟ سینمایشان کجاست؟ زمین ورزششان، رستورانشان، باشگاهشان؟ یا اینکه هر روز به زیارت امامزاده می‌روند؟ همسرتون فوت کرده؟ آخه الله رحمت لسه. بعد شما از اعضای خانوادهتون، خب عروس خانوادهتون که فهمیدم هم عروسش مرده، هم دوتا نوه‌هاش مرده. آخه دوتا نوه‌هاتون هم فوت کرده، ایشالله خدا رحمتشون کنه. منم پدرم مرده. شما پدرتون فوت کرد، ایشالله خدا بهتون صبر بده. بچه هم داشتن به روش خودشون با موضوع کنار میومدن و تو سخت ترین شرایط لحظه رو برای زندگی انتخاب میکردن، لحظه خودشون. فوتبال هم که مثل همیشه بود، وسط ماجرا جون سخت پرطرفدار که حتی زلزله هم نتونسته بود تکونش بده. با بچه ها هم حرف میزند، با دو دختر روستایی. از فوتبال میگوید، فوتبالی که زلزله و مرگ مادر و پدر هم به قول ایشان نتوانسته تکانش بده، آن هم برای دخترها. آیلار و زهرا اولین کسایی بودن که باهاشون آشنا شدیم. آیلار فوتبالی که کاپیتانی بود واسه خودش، بازیش هم بد نبود، توپ هم مال خودش بود، هر وقت میخواست بازی رو رام انداخت، هر وقت میخواست جمعش میکرد. میدونی امروز استعمار پرسپولیس بازی دارن؟ اینجا راستی تلویزیون داری فوتبال ببینین؟ ندارین هنوز تلویزیون؟ یعنی برق داره؟ برق داری؟ برای تلویزیون نداریم. اما زهرا، زهرا سرحال نبود. آره خونتون همینجا بوده زهرا خانم؟ آره. همینجا بوده؟ آره. خراب شده؟ آره. آخه مادرش فوت کرده. آخه مادرش فوت کرده؟ قربونت برم. اینو ببینین تو رو قربان. بپا از ماشین ما راحت‌تر اومده آقای. از ماشین ما راحت‌تر. باری کلا. سرما اذیت نمی‌کنه؟ سرما رو بگو هرچی جان. با این بچه خیلی سخته تو این سال، واقعا هم سرده، من الان دارم میبینم که چقدر واسه مثلا چه مهیلیسیز، مثلا چه بده تام داشت که مهیلیسیز ساکشه وسایل زیاد کمک کرده، میگن اون مشکل نیست، برای مسکن هم کمک کنین که تو این سرما بالاخره زودتر مشکل هست. آقا پیدا کردی؟ آقا تو این دوازم تراکتور آره؟ آها. شما میدید چقدر فوتبالی هم بچه های اینجا؟ عکس پیدا میکنند، چقدر فوتبالی هم بچه های اینجا. باید هم با این همه امکانات و زمین چمن و غیره فوتبالی باشند. در کنار نمازخانه مردم از پشت یک کامیون اجناس مختلف را تحویل میگیرند. جالب اینجاست که بهترین چادر چادر نمازخانه است. یکی از جمعیت بیل رو میگیره و میره. اما مهمترین بخش فیلم، همون بخشی که منو به این فکر برد که آیا ما عوض شده ایم؟ آیا ایران عوض شده است؟ و یا صدا و سیما واقعا عوضی است؟ از حالا شروع می شود. کم کم بازی داشت شروع شد، گفتیم فوتبال رو همینجا را بندازیم، تلویزیون و برق و آنتن آوردیم و خلاصه فوتبال را افتاد. ببین خوبه،
یه اتومات برو دستی رو ولش کن. آقا بازی استقلال پرسپولیس بالاخره گرفتیم. تلویزیون آنتن این بحثا درست شد. دقیقه 22 بازی 0-0 اینجا روستای چوپالار از توابع ورزقان هریس که 13 روز پیش اینجا زلزله اومده ولی مردش میره هنوز سر حال فوتبال هم نگاه میکنم. بابا قهر بازی تراکتور هم ببینیم مگه نه؟ بس یاشاسم تراکتور پرتا برای تیم پرسپولیس کاملا در حضور هوادارهای تراکتوری داریم دربی استقلال پرسپولیس رو ببینیم. فکر کنم همین میخوام بازی تراکتور ببینیم. تصویر دوستانو داریم که میگن چیکاس آقا استقلال پرسپولیس چی میبره؟ ایشالا دفعه بعد که اومدیم اینجا خونه ها درست شده میشیم تو خونه فوتبال نگاه میکنیم. مردم مسخ شده و داغدار و مصیبت زده محو این معرکه گیری شدند و معرکه گیر هم احساس میکند با یک مشت بچه طرف است و کار انسان دوستانه سرزدن به زلزله زدگان را از زوایای مختلف به تصویر میکشد. جالب است که اینجا هم زنان از لایه چادر فوتبال می‌بینند. زلزله زدگان را مرتب روبروی تلویزیون می‌نشانند. البته به نظر می‌رسد اینها هم شاید برای کمک آمدند یا آنقدر مسخ معرکه‌اند که اینگونه شادی می‌کنند. نمی‌دانم اگر امام جماعتی گوشه‌ای مرده بود هم صدا و سیما اینگونه به بازماندگانش سر می‌زد. مردم در یک شوک کامل هستند. شاید اصلا نمی‌دانند دارن چه کار می‌کنند. عجیب مسکنی این فوتبال. فوتبال اگر مسکن نبود که اینقدر خرجش نمی‌کردند. اما کم کم درد جامعه آنقدر زیاد می شود که از فوتبال قوی تر هم دیگه اونو تسکین نمی ده. جامعه درمان می خواد. حتی مردمی که انسان گاهی از سادگی و صفایشان عصبانی می شه. بالاخره به فکر درمان دردهایشان می افتن. کلن ای بیو کلن ای بیو بچه ها دستتون درد نکنه. ایشالا دفعه بعد که اومدیم اینجا خونه ها درست شده میشیم تو خونه فوتبال نگاه میکنیم. سلامت باشین. کاری نداریم. خدافظ شما. سلامت باشین. یه خدافظی کنیم همون خدافظ. میگوید انشاءالله دفعه دیگه توی خونه های ساخته شده مینشینیم و بازی تماشا میکنیم. حق دارد. بسیجی ها از روز زلزله شبان روز مشغول گارند. چه کسی میتواند این مصیبت را این گونه فراموش کند؟ شاید هم همه چی فرق کرده. همدردی فرق کرده. عزاداری فرق کرده. تأثر فرق کرده. زمان پخش این برنامه 12 شب بود. بچه ها و بزرگترهای داغدار یقین پای تلویزیون اهدایی صدا و سیما دارند زندگیشان را میبینند و تکی انداختنهای گزارشگر را که ضمناً بسیار متأثر است. مرد میگوید بچه هایم مردند. میگوید آخی. بچه میگوید مادرم مرده. میگوید آخه. انگار عروسیک چینی اهدایی به بچه شکسته است. مرا کمک کنید با تلفن، با ایمیل، با نامه، با هر چه که میتوانید به من بگویید که ما عوض شده ایم، ایران عوض شده است یا صدا و سیما واقعاً عوضی است.
بازی استرس بالاخره گرفتیم. تلویزیون آنتن این بحثا درست شد. دقیقه 22 بازی 0-0 اینجا روستای چوپالار از توابع ورزقان هریس که 13 روز پیش اینجا زلزله اومده ولی مردش میبینید هنوز سر حال فوتبال هم نگاه میکنم. بابا قهر بازی تراکتور هم ببینیم مگه نه؟ بس یاشاسین تراکتور.